عرض سلام و ادب خدمت یکایک شما بینندگان خوب و عزیز تلویزیون نور، برنامه چهره های آشنا. همان طوری که به شما قول داده بودیم که در ادامه برنامه های با جناب آقای دکتر اخلاق که مهمان ما در کالیفرنیا بودند، چهارشنبه شب را هم با ایشان در خدمت شما هموطنان خوب و عزیز هستیم. اینک در ادامه نشست قبلی یا برنامه قبلی، برنامه امشب هم را در خدمت شما هستیم. آقای اخلاق، ممنون که باز هم یک جا با شما در خدمت هموطنان خوب و عزیز خود هستیم. من الرحیم و هم اجازه میخوام که سلام و ادب تقدیم کنم خدمت شما و بیننده های ارجمند، و خوشحال هستم که باز فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما و بیننده های ارجمند باشم. بله، ممنون از شما. خب بیاین که صحبت باز در ادامه صحبت های روز شنبه ما که امو محتوای برنامه فلسفه نیچه بود که برگرفته شده از امو کتاب تألیف شما که از مولانا تا نیچه صحبتش بود، در رابطه با نیچه صحبت های زیاد به میان آمد. حالا اگر کمی در رابطه با مولانا صحبت بکنیم، و خصوصا شما که امو کنفرانس بزرگی که در تهران برای مناسبت مولانا شناسی در دانشگاه تهران برگزار شده بود شرکت کردین، و اشخاص بزرگی چون جناب آقای عبدالکریم سروش و آقای کریم زمانی، بقایی ماکان، انیمادی شمل و دکتر حسین نصر هم حضور داشتن. کلن میخواستم بپرسم که برداشت شما یا برداشت تازه شما از افکار مولانا در فلسفه چیست؟ خواهش میکنم. ما میدانیم که مولانا یکی از چهره های تأثیرگذار نه تنها فرهنگ اسلامی و فرهنگ ملی ماست، بلکه یک چهره تأثیرگذار در دنیاست. یک چهره که گفته میشه که کتاب او جز پرفروشترین کتاب ها در آمریکا حتی محسوب میگرده. کاری که من انجام دادم و موجب جذابیت کار شد و در حقیقت یک نوع نگرش تازه و نو به مولانا بود، این بود که مولانا را خواستم تا از عینک انسان امروز نگاه کنم. یعنی نه صرفا به عنوان یک انسانی که تمام شد رفت و به تاریخ پیوسته است، بلکه یک انسانی که امروز هم برای ما سخن داره و امروز هم ما میتونیم از او بیاموزیم و امروز هم میتوانیم با او از غنی ترین آموزه هایی که برای انسان لازم است برخوردار شیم. از این منظر من به مولانا نگاه کردم و در حقیقت نخواستم یک صرفا یک نگاه متعارف به مولانا داشته باشم، خواستم یک نگاه اگزیستنشال، یک نگاه وجودی، یک نگاهی که به سوالات می جوان امروز، می انسان امروز که در تاریخ خودم ریشه دارم، در تاریخ خودم رگه هایی دارم، با مولانا ارتباط امروزی برقرار کنم و ببینم که به عنوان یک انسانی که در زمان امروز زندگی میکنه مولانا چه سخنی داره. من شاید بتونم به مناسبت فرصت اندکی که هست نکات خود درباره مولانا در سه چهار نکته اصلی خلاصه کنم. بله. اولین نکته ایست که مولانا به نظر من، تمام شخصیت مولانا از هنگامی اهمیت میابه که او با شمس روبرو میشه و همو تحول و انقلاب درونی که در درون مولانا رخ میده، او رو یک آدم دیگه میسازه، یک شخصیتی که او رو ماندگار میسازه. درست است که مولانا قبل از او هم انسان برجسته بوده است که میگه پیش از او حدیقت الحقیقی سنایی رو تدریس میکرده، یا یک ماه رمضان کل شبها صحبت میکرده در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم. ولی واقعا به نظر من اینها مولانا را ماندگار نساخته است. چیزی که مولانا را ماندگار ساخت مواجهش با شمس تبریزی است. مولانا یک اسمش، عنوانش رویش است، مولانا است، یعنی شخصیت برجسته بوده است. ولی این برجستگی نوع دیگری می شود در دیدار با شمس.
درباره این نحوه این دیدار گپ‌های مختلفی گفته شده و روایات مختلفی وجود داره. مثلا یکی از اون چیزایی که برای من جالب است، یکی از اون روایاتی است که شمس یک انسان متعارفی بود به ظاهر که مسافرت میکرد، آمد در مجلس درس مولانا، او را دید و ازش پرسید که تو مولانا هستی، تو عالم هستی و نامت شهرتت جهان پر کرده. من یک سوال بسیار ساده دارم، بگو که شخصیت بایزید بسطامی کلانتر است یا شخصیت محمد ابن عبدالله؟ خود طبعا مولانا یک عالم مسلمان تکان خورد. چه سوال است که تو میپرسی؟ بایزید بسطامی یک صوفی است و یک عارف، خب عارف است دیگه، از بیشتر نیست. ولی محمد ابن عبدالله که درود الهی بر او و خاندانش باد، پیامبر ماست، خاتم الانبیا است. چه سوال است که میپرسی؟ شمس افسود که اگه تو چرا پیامبر یک بار معراج رفت؟ ابوسی بایزید بسطامی میگه من 40 بار معراج رفتم. میگه این سوال مولانا را تکان داد. من معتقد هستم که صرفا این کلمات نبود که بین مولانا و شمس رد و بدل شد، حالی بود که بین مولانا و شمس رد و بدل شد و اون نحوه پرسیدن و نحوه مواجهه شمس با مولانا او را تکان داد. این سوال شاید کسی هم میپرسید، هیچ حالی برای مولانا رخ نمیداد، ولی مولانا تکان خورد و بعد در این تکان خوردن بود که او به حقیقت معراج اندیشید و به نظر من رسید و شخصیتش یک انقلاب وجودی یافت که خب دیگه داستانش ما نمیخوایم اینجا به اصطلاح بازگو کنیم و گواهی بسیار دیگری برای گفتن داریم. به هر حال از اینجا شخصیت مولانا شروع میشه و مولانا یک انسان جدید میشه که یک نگاه دیگری به پیامبر، نگاه دیگری به معراج، نگاه دیگری به انسان که مخاطب پیامبر است و نگاه دیگری به این جهان که انسان در روز زندگی میکنه و نگاه دیگری به انسان وار زیستن پیدا میکنه و این نگاه را در مثنوی خودش در دیوان شمس میپرورانه. و من احساس میکنم اگر ما یک مواجهه جدیدی با این بک‌گراند به مثنوی داشته باشیم، به دیوان کبیر شمس داشته باشیم، میتونیم یک مولانای دیگه ای ببینیم، مولانا را خارج از قالب ها و چوکات هایی که برای ما ساختن و مولانای نامحدود و قالب و مولانایی که قالب برنامه داره را در یک قالب خاص قرار دادن. ما کوشیدم در این کنفرانس ها مولانا را از او قالب های مرسوم و متداول خارج بسازم و در مقابل پرسش های جدید بشر قرار بدم و از او یک نوع نگاه جدید مطرح بسازم که هم متناسب با سوالات بشر در باب حقوق بشر، در باب آزادی، در باب عقلانیت باشه و هم فراتر از این. یعنی در حقیقت یک مانند یک تیغ دولبه مولانا عمل میکنه و ما خواستیم این دولبه را آشکار بسازم. از یک جهت مولانا ما را در دنیای جدید با ارزش های جدید آشنا میسازه و در حقیقت ارزش ها را بر سر ما تکرار میکنه و دوباره بر ما یادآوری میکنه. ارزش مثل عقلانیت که میشه خیال میکنیم چون مولانا صوفی است و عارف است ضد عقل است و یک برداشت بسیار اشتباه است. او میگه گر کم عقلی مبادا گبر را، حتی یک انسان دشمن خدا و دین که مولانا او را شایسته به اصطلاح ممکن است کلمات متعارف قرار بده، میگه همین آدم هم مبادا گرفتار بیعقلی شوه، یعنی بیعقلی حتی برای دشمن خود نمیطلبه. بله. خب این ارزش های مدرن مولانا بهش توجه داره، آزادی را، انسان دوستی را، اومانیسم و انسان انگاری را، و از سوی دیگر مولانا به فراتر از اینها هم میاندیشه، لاابالی عشق باشد نخرد و صحبت از قمار عاشقانه میکنه که آدمی یک گاگاهی نیاز داره که فراتر از عقل برایه و در حقیقت خنکان قمار بازی که به باخت هرچه بودش به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. و انسان از محصور شدن در ارزش های مدرن هم مولانا باز هشدار میده که درست است ارزش های مدرن ارزش است و باید به اونها توجه داشت، ولی در اونها نباید محصور ماند و نباید گرفتار ماند، بلکه از اینها باید برآمد و برتر و بالاتر شد. لذا مولانا هم ما را با ارزش های مدرن آشنا میکنه و هم خانی و جهت دهی میکنه و هم در این حال ما را به فراتر از او فرا میخوانه و این کارهایی است که
در کارهای ما پیرامون مولانا صورت گرفته و جذابیت هایی را برای اندیشه ورزان مولانا شناس داشته است. بسیار مقبول، بسیار برداشت خوب. جناب دکتر اخلاق، ما فرصت نیافتیم روز شنبه که در رابطه با تمدن ها و گفتگوی تمدن ها هم صحبت بکنیم. ما فکر میکنم امروز یک فرصت هست که اگر کمی در رابطه با تمدن ها که بخش از به اصطلاح فلسفه غرب و اسلام هست هم صحبت کنیم. میخواستم بپرسم کلن در آغاز که تمدن چیست، کمی در رابطه با خود تمدن بودن صحبت بکنیم. خواهش میکنم. در رابطه با تمدن خوب میشه تحلیل های بسیار زیادی صورت داد و صورت هم گرفته است، ولی مقداری که میشه در یک برنامه تلویزیونی گفت در همچو مجالی است که شما میدانید خود واژه تمدن از مدن و شهر گرفته شده و از مدنیت گرفته شده است. وقتی اینجا شهر گفته میشه، تمدن از او گرفته میشه، این شهر صرفا ساختمان ها، بلدینگ ها، سرک ها و این چیزا نیست، بلکه بیشتر تفکر شهری است، تفکر مدنی است، تفکری که متناسب با زندگی اجتماعی انسان است. انسان یک موجودی است که یک مقدار زیادی از شخصیت او در تعامل با دیگران، در کانکت و کامیونیکیشن با دیگران صورت میگیره و در این ارتباط آدمی چیزهای زیادی را منتقل میکنه و چیزهای زیادی را از اونها میگیرد که اونها اندیشه های آدمی را میسازه، اخلاق او را میسازه، ادب او را میسازه، دین او را میسازه، نگاهش به جهان یا جهان بینی او را میسازه، علم و رویکرد علمی را میسازه و همه چیز میسازه. به این خاطر تمدن اون زمینه است که در او ادب، در او ادبیات، در او فرهنگ، در او دین، اخلاق، علم، هنر و همه اینها شکل میگیره و اینها گفتیم از او وجه آدمی برمیخیزه که عبارت است از زندگی اجتماعی و زندگی ارتباطی آدمی. یعنی آدمی را شما اگر از ارتباطاتش، از نسبتهایش بکنید دیگر او چیزی نمیماند. شما اگر نگویید که چی اندیشه دارید، چی رفتاری دارید، چی ارتباطاتی دارید، چه روابطی دارید، در این صورت دیگر شما تقریبا خیلی چیزی نمیمانید. پس مقدار زیادی یا وجه اساسی از انسان بودن ایست که آدمی مرتبط با دیگر چیز هاست و در این ارتباط هم شخصیت خودش شکل میگیره، هم شخصیت دیگرها رو شکل میده و هم چیزهایی که برشمردیم، علم و ادب و هنر و اخلاق و دیانت را. تمدن یعنی آن چیزی که در سایه این وجه از شخصیت آدمی شکل گرفته است و نمودهایی در فرهنگ، ادب، دین، اخلاق، هنر و امثال هم داره. خب ما سوال دیگه بود که محصولات یک تمدن چی هست که شما به او اشاره کردین که خب بخش مهمش، اما باز میبینیم که تمدن ها میمیرن. خب دلیلی که چرا تمدن ها میمیرن و برای مدت های طولانی قرن ها پایدار نمیمانند در کجاست؟ بله، در رابطه با مسئولیت های تمدن مقداری سخن گفته شد. یک نکته رو من بیفزایم تا به او پرسش دیگه هم پاسخ داده شود یا بهش نزدیک شویم. چرا آدمی این ارتباطات پیدا میکنه و در این ارتباطات گفتیم اون علم و ادب و هنر و اخلاق و دین شکل میگیره؟ به خاطر که آدمی با همه موجودات عالم فرق داره. آدمی یک موجود پرسشگر است، یک موجود است که به قول اقبال لاهوری در بیابان طلب میکوشیم ما، پیوسته میکوشیم ما. در حقیقت آدمی همیشه در طلب است، در جستجوست. آدمی یک موجودی است که به قول هایدگر میگه، تعبیر خاصی میگه، میگه من اصلا لفظ انسان رو به کار نمیبرم چون انسان یک تعریف خاصی پیدا کرده. انسان وقتی میگه، شما میگه مثلا حیوان ناطق یا حیوان سیاسی یا حیوان مدنی، میگه انسان خیلی برتر از ایناست. پس من لفظ دیگه به کار میبرم به نام دازاین. دازاین یعنی آنجا وجود. آنجا وجود یعنی چیزی که مشخص نیست، چیز آنجاست، جای دیگری است. آدم یک طور دیگر است، یک موجودی است. بقیه چیزا مشخص است، مثلا تلفن مشخص است، تلفن است، چیز دیگری نیست. لباس مشخص است، لباس است. حیوان مشخص است، حیوان است. ولی آدمی مشخص نیست چیست. آدمی در جایی تعریف می شود، در جایی خود را می سازد، در جایی آدم می شود، می گردد. آدمی شدن است، سیرورت است، گردیدن است.
پس اگر آدمی گردیدن، تحول یافتن و خواستن و تکاپو و حرکت است، همواره در روی ارتباطات خود نگاه میکنه که ارتباطات چه مقدار به طلبیدن آدمی، به تکاپوی آدمی، به حرکت آدمی پاسخ میده. هنگامی که ادب، علم، اخلاق، دیانت، فرهنگ اینها به سوالات، به طلب، به نیاز آدمی پاسخ بده، خود طبعا آدمی با اونها معنایی برای زندگی خود میابه و با اونها دمساز میشه. ولی هنگامی که یک فرهنگ، یک ادب، یک اخلاق، یک دیانت، یک جهانبینی از یک تمدن نتانه به سوالات اساسی بشر پاسخ بده و او تحول و دگرگونی آدمی را باهش دمساز شوه و همراه شوه، طبعا دیگر آدمی به او علم، به او ادب، به او دیانت، به او اخلاق، به او فلسفه توجه نمیکنه. وقتی که یه عناصر تمدن مورد توجه قرار نگرفت، خود تمدن دیگر او جایگاه خودش از دست میده و کم کم بدین گونه انحطاب و زوال تمدن ها جای خودش پیدا میکنه و اینها در حقیقت به قول شما به مرگ تمدن ها میرسه. پس یک تمدن زمانی میمیره که نتوانه به پرسش های اساسی آدمیان، به بودن آدمیان پاسخ روشن و اقناع بخش بده. خب این خود مرگ تمدن در جنگ با تمدن هاست؟ آیا تمدن با هم جدال جنگ دارن که باعث از بین رفتن تمدن دیگر یا مردن تمدن دیگر میشود؟ نه، در جنگ رسمی هیچگاه یک تمدن از بین نمیره، چون تمدن گفتیم با پاسخ دادن به پرسش های آدمیان سر و کار داره و با سرکوفت زدن نمیتونه پرسش پاسخ داد. همینطور که یک طفل شما وقتی یک سوالی داره، شما نمیتونی با یکی بگی بچه‌م نپرس، او را قانع بسازی. یک تمدن هم با حمله کردن، با کوبیدن از بین نمیره. تمدن زمانی از بین میره که و به انحطاط میرسه که خودش از درون خالی شده و نتوانه ذهن افراد خود را پاسخ بده و به اونها جواب بده. لذا جنگی که اتفاق میفته، این جنگ ممکن است یک تمدن را برای مدتی از فعالیت و از شکوفایی ممانعت ایجاد کنه، ولی نمیتونه او را از بین ببرد. از بین بردن تمدن ها درون ناتوانی درونی است که در یک تمدن نافته است. و اما ممکن است منظور شما بحث گفتگوی تمدن ها و بله. جنگ تمدن ها باشه که یک سوال دیگری است که بله. او ما در برنامه قبلی هم بهش اشاره کردیم که در حقیقت خب انسان ها در خلع زندگی نمی کنه. ما و شما الان که گپ می زنیم، خب به هر حال همینطوری در خلع و در یک فضای توهی گپ نمی زنیم، بلکه گپ زدن ما از یک سلسله دغدغه ها، از یک سلسله علاقه ها، از یک سلسله برنامه ها برمی خیزد. آدمی در خلع نمی اندیشد. خب این فضای پیرامونی بر ذهن آدمی، بر رفتار او تأثیر میگذاره، همینطور بر تمدن تأثیر میگذاره. خب چون تمدن ها در جاهای مختلف سر بر می آوره، پس ممکن است که با سوالات، با فهم ها، با جهان بینی های گوناگون روبرو شوند و تطابق پیدا کنند و در نتیجه ممکن است چون فضاهای پیرامونی متفاوت است، سوالات و نتیجه و به تعبیر شما محصولات تمدن ها متفاوت باشه و ظاهرا با هم در تضاد و تقابل قرار بگیره. و بعد چون دنیای امروز ما کوچک شده است، به تعبیر یک دهکده شده است، خب اینا با هم مواجه میشه و اینجا این نظر مطرح شده است که این دیدگاه های مختلف یا تمدن های مختلف در مواجهه با هم چیکار میتونن بکنن، چه حالی پیدا میکنن، آیا به عدم درک هم دیگر میرسن که در این صورت به جنگ تمدن ها میانجامد، یا میتواند هم دیگر رو درک کند که در این صورت به گفتگوی تمدن ها میانجامد. بله. خب بینندگان خوب و عزیز، ما در خدمت جناب آقای دکتر سید حسن اخلاق، استاد دو دانشگاه در ایران، دانشگاه پیام نور و دانشگاه جامعه المصطفی هستیم. دکترای فلسفه، فلسفه اسلام و غرب دارن و مهمان رسمی دانشگاه کاتولیک در واشنگتن که در اونجا صحبت‌های مفصل با نمایندگان دیگر کشورها و قاره‌های جهان که دعوت شده بودند داشتند. سخنران بسیار لاحق، برجسته و نامدار هستند. جناب دکتر،
خب در رابطه با تمدن ها اولین کس یا کسانی که بحث تمدن ها را در جهان اسلام مطرح ساخت بفرمایید کی بود یا کی ها بودند؟ سوال بسیار خوب مطرح ساختید. خب گاهی اوقات است ما خیلی ظاهر بینانه ممکن است نگاه کنیم، یعنی کی واژه را به کار برده است، در این صورت کمی به تنگنا بر میخوریم، ولی گاهی اوقات است ما در ادامه اون بحث‌ها و سوالات خوبی که شما مطرح کردید محتوایی نگاه میکنیم، یعنی محتوای تمدن را ما توضیح دادم، حالا ببینیم که در جهان اسلام اولین کسی که دغدغه را داشته است و این گونه نگاه کرده است کی بوده است. به نظر من اولین کسی که این دغدغه را داشته است و به طور جدی همین رو مطرح کرده است یک افغان است در جهان اسلام که ما به نام او افتخار میکنیم و بشر به نام او افتخار میکنه، ابو نصر فارابی است. فارابی است که به معلم ثانی بشر شهرت داره. یک کتاب بسیار کوچک فارابی داره به نام الحروف. در این کتاب کوچک خودش به گونه بنیاد این سوال و این دید را گذاشته است که چگونه تمدن ها با هم روبرو میشن و چطور یک تمدن میتواند تمدن دیگری را درک کند. این کتاب بسیار کوچک متاسفانه علی رغم اینکه فارابی افغانی است و مربوط به فارس زبان هاست ولی ترجمه فارسی نشده است، نه در افغانستان و نه حتی هنوز در ایران متاسفانه چاپ نشده است. در مصر چاپ شده است، در بعضی کشورهای دیگر چاپ شده است، در کشورهای اروپایی چاپ شده است الحروف فارابی، که فارابی در اونجا این سوال مطرح میکنه که چطور یک فرهنگ و یک تمدن میتونه فرهنگ و تمدن دیگر را درک کنه. و اونجا فارابی این بحث رو مطرح میکنه که انسان ها یک حالات تکاملی و یک حالات درجه بندی شده و تدریجی داره، یعنی همیشه انسان ها به یک زبان حرف نمیزنه. گاه اوقات مثلا اسطوره های هومر، اودیسه، اینها اسطوره است، زبان ادبیات و حماسه است، مثل شاهنامه فردوسی. این زبان فرق داره با زبان مثنوی مولوی. زبان مثنوی مولوی و زبان شاهنامه فردوسی هر دو فرق دارد با زبان حکمت سعدی. پس زبان ها یک نوع نیست، انسان ها مراتب ذهنی و فکری متفاوتی دارند و در همه این مراتب نمیتونند با هم ارتباط برقرار کنند. در یک مرتبه خاصی ارتباط امکان پذیر است. اون مرتبه عبارت است از فارابی رو به صراحت و شفافیت بیان میکنه که اون مرتبه عبارت است از مرتبه عقلانیت، عقلی شدن. اگر انسان ها بتوانه به مرتبه عقلانیت برسه در اون صورت میتونه با هم ارتباط برقرار کنه. اجازه بدید من یک توضیح بیشتر بدم، چون سوالم یک سوال فنی و فلسفی است. ما بحثی داریم در منطق تحت عنوان صناعات خمس، یعنی میگیم یک وقتی شما صحبت میکنید دارید خطابه رو تعریف میکنید و یا در حقیقت به شیوه خطابه صحبت میکنه. صناعات خمس، صنعت یعنی فن، پنج نوع فن سخن گفتن هست. گاهی اوقات یک کسی بر روی یک منبر نشسته است یا در مقام امام جمعه و جماعت سخن میگه، او رو میگه خطیب جمعه. خطیب منظورش از سخن گفتن این نیست که صرفا حقیقت رو بیان کنه از لحاظ فلسفی. خطیب منظورش ایست که افراد مخاطب خود تحت تاثیر خود قرار بده. لذا ما خطیب مذهبی هم داریم، خطیب سیاسی هم داریم. یک سیاستمداره که در هنگامی که سخنرانی میکنه هدفش این نیست که حقیقت‌ها را بگه. من یک دوست داشتم شوخی میکرد، میگفت سیاست، ولی در این حرفش بسیار نکته نهفته بود، میگفت سیاستمدار واقعی کسی است که بتوانه مطالب کاملا بی ربط را به هم دیگر ربط بده و بر مخاطب خود تاثیر بگذاره. یک طوری کو تعجب کنه کو مطلب چطوری بود، من به ذهنم نمیرسید. این واقعیت نیست. سیاستمدار هیچگاه واقعیت را نمیگه، یعنی ضرورتاً، حالا ممکنه گاهی اوقات واقعیت را هم بگه، چون خطبه سیاسی اسمش رویش هست، خطبه است. خطبه فرق نمیکنه، هر خطبه باشه، خطبه بیان حقیقت نیست، بیانی است که میخواهد طرف را تحت تأثیر ببره و جهت دهی بهش کنه، این میشه خطبه. نوع دیگری از سخن گفتن، فن دیگر، شعر است. شعر میخواد احساسات رو تحریک کنه، میخواهد عواطف رو تحریک کنه و در شعر منظور شعر گفتن اصلا با خطابه فرق میکنه. پس یک فن دیگری است سخن گفتن، فن دیگری است به نام جدل، فن دیگری است به نام مغالطه و فن نیست به نام برهان.
فقط در هنگام برهان است که ما می توانیم انتظار ای را داشته باشیم که طرف حقیقت را بگه. حالا فارابی چی میگه؟ فارابی این صناعات خمس ارسطویی و منطقی را میگیره و تبدیل میسازه به بحثی در گفتگوی تمدن ها. میگه زمان یک تمدن میتونه با تمدن دیگر سخن بگویه که از مقام خطابه، از مقام سخنرانی، از مقام شعر، از مقام جدل، از مقام سفسطه در گذشته باشه و به مقام برهان و استدلال رسیده باشه. و فارابی تلاش میکنه که این کار انجام بده و در حقیقت اولین کسی است که زمینه گفتگوی تمدن ها را مطرح میکنه و این هم روشن میسازه که کدی تمدن ها میتونه با هم سخن بگه زمانی که هر دو به مرحله عقل رسیده باشه. و میدونیم که از لحاظ فارابی و از لحاظ اکثر فیلسوفان انسان ها برای رسیدن به مرحله عقل نیاز به سلوک داره، به راحتی در مرحله عقل زندگی نمیکنه. در حدی که فارابی میگه مرحله عقل فطرت ثانی بشر است، نه فطرت اولی. فطرت اولی غرایز است، مثل غرایز طبیعی، مثل اولاد دوستی، خانه دوستی، مال دوستی. به این هم تعابیر دینی است که ما داریم. من احساس میکنم بیشتر از دیگر مجال نیست که در باب فارابی و گفتگوی تمدن ها از منظر فارابی گپ بزنیم. جناب دکتر، ما در رابطه با تمدن اسلام و فلسفه اسلام صحبت کردیم. حال بفرمایید که همونطور که شما فرمودین، فارابی یکی از شخصیت های بزرگ اسلامی خود ماست که ناشناخته مانده. بله. و متاسفانه که حتی با زبان خود ما یا در منطقه داشته های چاپ نشد. چی باید کرد که امو تز تمدنی فارابی را امروز تطبیق کرد؟ یک خواهش میکنم. خب یک کار سخت و سنگین است که اولا یک نوع درک و ثانیا یک نوع درد میخواد. یعنی هر کس نمیتونه این کار کنه. اصلا ساحت تفکر، ساحت تبلیغات و سیاسی بازی و احساساتی گری و چیزا نیست. ساحت تفکر ساحت ویژه خاص انسانی است. ای که گفته است انسان حیوان متفکر است، یک گپ ساده نیست. یعنی یک ساحت متعالی تری که خیلی از موجودات نمیتونه در او ساحت بره. و ساحت متفکران همچو ساحتی است. کسی که میخواد از فارابی سخن بگوید، کسی که میخواد فارابی را زنده کند، کسی که میخواد از آموزه های فارابی برای دنیای ما سخن بگوید، او باید از ساحت احساسات و ساحت عواطف له و علیه برآمده باشه و به ساحت تفکر رسیده باشه. و این کار صرفا از متفکران ساخته می شود و متفکران می توانند یک چنین کاری را انجام بدهند. به هر حال اگر ما قصدی داریم که از فارابی در روزگار خود ما استفاده کنیم، چنان که پیشتر سخن از این شد که از مولانا در روزگار خود ما استفاده کنیم، باید توانی را پیدا کنیم که در ساحت تفکر فارابی وارد شویم. هر کس نمیتونه اینطوری با اصلا با نمیشه فیلسوف را و متفکر را با خواندن عادی بهش نزدیک شد. باید یک نوع همدلی با فیلسوف پیدا کرد. من زمانی که از تزیس ماستری خودم دفاع میکردم در دانشگاه که پیرامون نیچه و هایدگر بود، یک جمله را گفتم که حالا اون جمله را الان اینجا احساس میکنم لازم است تکرار کنم.